در برنامه امروز می‌خواهم به یکی از پسوندهای زبان فارسی که گان باشد بپردازم. در گذشته در این باره سخن گفتم، ولی چون برخی بینندگان درباره اش پرسیدند، در اینجا به آن باز می‌گردم. وندها یعنی پیشوندها و پسوندها یکی از افزارهای عمده واژه‌سازی در زبان‌های اروپایی هستند. به ویژه راژمان یا سیستم ترمشناسی دانشی که نوین بر پایه وندها استوار است. زبان پرسون یا دقیق دانش‌های نوین در باختر زمین پدید آمده. زبان‌های دیگر ناچارند خود را با ساختارهای واژه‌سازی آن زبان‌ها وفق دهند یا همان ترم‌های اروپایی را بپذیرند. زبان فارسی زبانی است هند اروپایی و بنابراین باید بسیار آسانتر از زبانی که هند اروپایی نیست مانند عربی بتواند بگردها یا کنسپت‌های نوین دانش و فلسفه را بیان کند. ولی افسوسمندانه از آنجا که فارسی صده‌ها زیر سلطه زیانبخش عربی و الگوهای واژه‌سازی آن بوده، بسیاری از وندهای آن کم کاربرد شده یا کنار گذاشته شدند. گرچه عربی که افزار ایدئولوژی سلطه‌گری بود، در از میان بردن فارسی و نشاندن خود به جای زبان ایرانیان ناکام ماند و نتوانست همان را بر سر فارسی آورد که بر سر زبانهای مردم کشورهای دیگر آورد، ولی گزندهایی که به فارسی زد ویرانگر بودند. تنها تنومندی فرهنگی ریشه‌دار و پرشاخ و برگ چون فرهنگ ایرانی بود که توانست در برابر آن ایستادگی کند. اما چون اندیشمندان ایرانی دانش و فلسفه را به عربی می نوشتند، نکوشیدند بگردها، کنسپت‌ها و واژه‌های دانشی و فلسفی را در فارسی بیافرینند. هر وقت هم که فارسی می نوشتند، همان واژه‌های عربی را در فارسی به کار می بردند. نتیجه این شد که رفته رفته این گونه متن‌های فارسی از فارسی بودن تنها فعل‌های ربط را نشان داشتند و آکنده بودند از واژه‌های عربی. چنین وضعی ضعیف شدن فارسی را در بیان سخن پرسون یا دقیق به دنبال داشت. افزون بر این که میبایست واژه‌های مشتق را هم در عربی ساخت و به فارسی آورد. حالان که فارسی و عربی دو ساختار زبانی که گوناگون دارند. در آمیختن بیش از حد فارسی با عربی باعث درماندگی فارسی در بیان بگردهای علمی و فلسفی شد. فراوانی بیش از حد واژه‌های عربی در فارسی برخی را به این پندار نادرست انداخته که فارسی بی عربی ناتوان است. این پندار چند اشکال بنیادی دارد. یکی اینکه فرض را بر این می‌گذارد که زبان‌ها از آغاز توانمند به وجود می‌آیند، حالان که توانمندی هر زبانی بستگی به این دارد که سخنگویان آن زبان تا چه اندازه در پروراندن و توانا کردن آن زبان کوشیده‌اند. زبان‌های فرانسه و انگلیسی و آلمانی تا سده 17 توانایی کنونی خود را نداشتند. این توانایی زایده کوشش‌هایی است که اندیشمندان این زبان‌ها به کار بردند. عربی مدیون کارهایی است که به ویژه اندیشمندان ایرانی در این زبان کردند. دستور زبان عربی را ایرانیان نوشتند. واژه‌های فلسفی و فنی عربی را هم ایرانیان و مصریان و سوریان، یعنی کسانی که در اصل عرب نبودند، ساختند. اگر ایرانیان 1/10 این کارها را برای فارسی کرده بودند، وضع بسیار بهتری می داشتیم. ناتوان دانستن فارسی بی واژه‌های عربی این مثال را به یاد می آورد. مانند این است که پیوسته شاخه های درخت تناوری را ببرند و به آن آب ندهند و بعد ایراد بگیرند که این درخت شاخ و برگ ندارد. در اصل هدف این بوده که زبان ایرانیان سر به نیست شود و وجود نداشته باشد. ایرانیان به سبب تنبلی فکری یا شستشویی که ایدئولوژی عرب از مغز آنان کرده بود، در صدد بیان دانش و فلسفه با واژه‌های فارسی بر نمی آمدند. ابو علی سینا و ابو ریحان بیرونی هر یک در رشته خود در این باره کوشش‌هایی کردند، ولی دیگران آن را پی نگرفتند. زبان فارسی بیش از همه وامدار شاعران است، ولی شعر هنر است نه دانش پرسون یا دقیق. ریاضیدان و اخترشناس و سیاستمدار
نامور نصیرالدین طوسی نوشتن اخترشناسی و فلسفه به فارسی را تشویق میکرد. خود او با همه مشغولیاتی که داشت به فارسی مینوشت و حتی کتاب صور الکواکب صوفی را به فارسی برگردان. ولی نوشته های او هم سرشار از واژه های عربی بودند و او کوششی برای ساختن برابر فارسی بگرد ها کنسپت ها نمی کرد. این را هم باید گفت که این بزرگان آگاهی های امروزی ما را درباره چیستی فارسی نداشتند و نمی دانستند که گویش های فارسی و دیگر زبان های ایرانی چه گنجینه بزرگی در اختیار ما نهادند. به وندها بازگردیم. ما باید در فارسی برای هر یک از وندهای گوناگون ترمشناسی نوین که در دانشها به کار می روند، چه دانشهای زاستاری یا طبیعی، چه دانشهای انسانی، از آن میان فلسفه، برابر شسته رفتهی داشته باشیم. از این رو باید وندهایی را که کمکار شدند به کار ببندیم و آنهایی را که کنار گذاشته شدند به یاری همتاهای اروپاییشان دوباره به کار بگیریم. همچنین برای وندهایی که وجود ندارند برابر فارسی بسازیم. این همان کاری است که زبانهای اروپایی به ویژه فرانسه و انگلیسی از سده 17 به بعد با زنده کردن و به کار گرفتن وندهای لاتین و یونانی در زبانهای خود کردند. چنان که گفتم سخن امروز درباره پسوند گان است. این پسوند معناهای گوناگونی را میرساند که مهمترین آنها چنینند: یک، نسبت و رابطه. نمونه ها: بازرگان، از بازارگان، از بازار. دهخان یا دهگان، از ده. گروگان، از گرو. نخچیرگان به معنای شکارگر، شکارچی، از نخچیر به معنای شکار. فخرالدین اسعد گرگانی در ویسورامین میگوید تو خود دانی که ویرو چون جوان است به دشت و کوه بر نخچیرگان است. ویرو برادر ویس است. همچنین داریم نخچیرگانی به معنای شکار. اگر شاه هم کند همداستانی کنم یک چند نخچیرگانی. پدرگان یعنی ارثی که از پدر میرسد. مادرگان، رایگان یعنی هر چیزی که در راه یابند، از راه. شایگان، از شایگان، از شاه. دو، این پسوند گاه معنا را چندان عوض نمی کند بلکه ساین یا نوانس پدید می آورد. دوستگان یعنی معشوق. منوچهری: عاشق از قربت باز آمده با چشم پرآب، دوستگان را به سرشک مژه بر کرد ز خواب. همچنین به معنای عاشق در اسکندرنامه: چون سر از توبره بیرون گرفتند، زن نگاه کرد سر دوستگان خود دید، درماند و رنگ رویش بگردید. فرزندگان به معنای فرزند. خدایگان یعنی سرور بزرگ، از خدا سرور بزرگ. امیر معزی: خدایگان جهانی و شاه با فرهنگ، به عدل چون عمری و به هوش چون هوشنگ. در این بین امیر معزی عمر رو می ستاید چون امیر معزی هم مانند دیگر شاعران کلاسیک زبان فارسی سنی بوده، مانند شاعران بزرگی چون مولوی، سعدی، حافظ، نظامی و دیگران و دیگران. سه، گان پسوند جمع است و جایگزین آن می شود، مانند همگان، زندگان، مردگان، تشنگان، بندگان، ستارگان. این جایگزینی دو دلیل دارد. یکی این که در فارسی میانه این واژه ها به واک اگ پایان میافتند، زندگ، مردگ، تشنک، بندگ، ستارک، که وقتی پسفند آن به آنها میپیوسته بخش پایانی گان میشده. دلیل دوم این است که اگ کارکرد خوشابایی دارد. اگر بخواهیم واژه های بالا را با پسفند آن جمع ببندیم خواهیم داشت همه آن، زنده آن، مرده آن، تشنه آن، بنده آن، ستاره آن، که آوایی که زبان فارسی نمیپذیرد. در آمدن اگ میان دو مصوت ا و آ این ناخوش آوایی را از میان برمیدارد. در واقع فارسی زبان برای ساختن دیسه جمع واژه‌ای که به ا پایان می‌یابد به دنبال چگونگیان در زبان پهلوی نمیگردد بلکه خودکارانه پسفندگان را به کار می‌برد. گواهی این مدعا واژه‌های عربی‌اند که به ا پایان می‌یابند و
و با گان جمع می‌یابند، مانند خاصه خاصگان، سفله سفلگان، نخبه نخبگان، رقاصه رقاصگان، نظاره نظارگان. 4. گان گاهی نماینده گروه و تکرار است، مانند یگان، دهگان، صدگان، هزارگان، سیگان، شصتگان. راحت صدور راوندی، لشکر از جهت خان و مال دهگان و بیستگان در گریختن آمدند. پادگان به معنای گروه سرباز که در مکانی جای گزیدند و به نگاهبانی آن گماشته شده باشند، به نقل از دخدا. همچنین باید دانست که پادگان که دیسه دیگرش پایگان است، در زمان ساسانیان به سرباز پیاده گفته می شده، از پاد پای به معنای پا، همانطور که در انگلیسی پاون و در فرانسه پیتون، هر دو از ریشه لاتین پدو به معنای پاست. همچنین داریم درمگان به معنای درمها، دینارگان به معنای دینارها. 5. گان پسفند نام جشن هاست، فروردینگان، تیرگان، مهرگان، آبریزگان، نوگان. این پسفند در اینجا هم تکرار را میرساند، آیین‌هایی که هر ساله باز می‌آیند. آبریزگان جشنی بوده در تیر ماه که در آن روز مردم به شادی بر هم آب و گلاب می‌پاشیدند. 6. نام خانواده‌ها، گیوگان، کشوادگان، که در اینجا هم گونه‌ای پسفند گروه و جمع است. فردوسی میگوید هوشیوار و از تخمه گیوگان، که بر درد و سختی نباشد جگان. 7. نام مکانها، سمنگان، شاپورگان، گلپایگان، آذربایجان، آذربایجان و دیگرها. ترمشناسی دانش نوین فارسی به پسمندگان نیاز فراوان دارد، از این رو با آن شماری ترم ساختند برای نمونه از گروه مصاحب. در هواشناسی آرامگان برای کارم در انگلیسی یعنی هوای بیباد، چهلگان برای ناحیه میان عرضهای جغرافیایی 40 و 50 درجه، بادهای چهلگان، همچنین جنوبگان، شمالگان. وقت ما به پایان رسید. من هم پسفند گان را در ساختن برخی واژه‌ها به کار بردم، از آن میان آسودگان برابر هالیدی روز تعطیل، ایزدگان دایتی، داتارگان اتوریتی اتوریته از داتار آتر، گیتیگان مالتیورس در برابر یونیورس گیتی، و واژه پایانی همدارگان کامیونیتی از همدار برابر کامن.